به نام خدا. سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدین. چشم سوم یا همون چاکرا ششم باعث میشه شما قدرت‌های عجیب و غریبی به دست بیارید. عجله نکنید، این حرف من نیست، ادعای مدعیان فعال کردن چشم سومه. اونا میگن با انجام یک سری کارها میتونید چشم سوم رو فعال کنید و کارهای خارق العاده ای انجام بدید. مثلا میتونید ذهن دیگران رو بخونید و از ضمیر باطنشون خبر داشته باشید. تصور کن مثلا با دوستت داری حرف میزنی و میدونی تو سرش چی میگذره. جذاب و هیجانی نیست؟ به نظرم تا اینجای بحث وسوسه کننده است، اما تا انتهای کلیپ همراه هم باشین تا بگم این شیادا چطور با طرح چنین مباحثی افکار خطرناکی رو تو سر میپرورونن. قبل از تماشای برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و کانال مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. در تعریف چشم سوم گفته شده، چشم سوم که به اون چشم ذهن یا چشم داخلی هم گفته میشه، یه مفهوم عرفانی و باطنی از یک چشم نامرئیه. چشم سوم یک مفهوم متافیزیکیه که از گذشته دور مورد توجه فرهنگ‌ها و اقوام مختلف بوده و بسیاری از افراد داشتن این ویژگی رو قابل احترام میدونستن. این چشم که با قده صنوبری موجود در مغز انسان مرتبطه، در وسط پیشونی و در میان دو چشم انسان قرار داره. همین امر سبب شده که از گذشته‌های دور پیشونی انسان رو با تصاویری همچون چشم و مار در وسط پیشانی تزئین کنند و امروز نیز در برخی فرهنگ‌ها همچون هندوها به صورت نقطه رنگی یا خطی سفید باقی مونده. بسیاری بر این باورن که داشتن چشم سوم باعث میشه توانایی انسان به حدی بالا بره که بتونه کارهای خارق العاده‌ای رو به انجام برسونه. امروز نیز بسیاری از افراد علاقه شدیدی به داشتن چنین چشمی از خود نشون دادن و حتی کلاس‌ها و اساتیدی برای اون شکل گرفته. آجنا یا آجنا به ادعای آیین هندو قسمتی از مغز که میشه از طریق فعالیت‌های مانند مدیتیشن، یوگا و سایر فعالیت‌های روانی اون رو قوی‌تر کرد، همونطور که یک عضله رو میشه قوی‌ترش کرد. در آیین هندو این چاکرا نشان دهنده ذهن ناخودآگاه و ارتباط مستقیمی با برهمن داره. این گروه معتقدند که چاکرای چشم سوم به بینش انسان‌ها متصله و به اونها توانایی ارتباط با دنیا رو میده و کمک میکنه که از گذشته و آینده پیام دریافت کنن. مبلغان این مسئله اعتقاد دارن چشم سوم پلی ارتباطی بین ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه، مغز و ذهن و فیزیک و متافیزیکه. همچنین معتقدن چشم سوم شاهراهی برای رفتن به فراسوی مکان و زمانه. انحراف از جای شروع میشه که مدعی میشن در واقع با چشم سوم میشه به تمام مکانها و زمانهای عالم مادی و ماورایی سفر کرد. به عبارت دیگه چشم سوم دریچه ورود انسان به دنیای معنویته. مبلغان این انحراف نوظهور که همون گردانندگان عرفانهای کاذب و نوظهور هستن و بیشتر با یوگا و مدیتیشن و تشکیل کلاس‌های معرفت شناسی در حال جذب افرادن، تلاش می‌کنند دو کار رو همزمان انجام بدن. یکی الغای آرامش روحی و روانی که همینم کاذب و تلقین دروغینه، دیگری جدایی و فاصله انداختن بین مردم و مفاهیم دینی. جالبین نشانه‌های فعال شدن چشم سوم رو در مواردی که در ادامه اشاره می‌کنم می‌دونن. عادات غذایی تغییر می‌کنه، احساس سردرد، حساس شدن به نور، ارتباط با همه چیز و همه کس، همه چیز تبدیل به انرژی میشه، احساس یکی بودن با طبیعت، عمیق‌تر شدن درک و احساسات، احساس نیاز به تغییر در مسیر زندگی، آگاهی از مسیر آینده، بالا رفتن قوه ادراک، آشکار شدن قدرت‌های درونی، افزایش ظرفیت‌های ذهنی، افزایش قدرت شهود و خواندن ذهن مردم. حالا شیادان راه‌های فعال کردن چشم سوم رو هم مطرح می‌کنند. ماساژ دادن، دم و بازدم، مدیتیشن، استفاده از رنگ بنفش و آبی در محیط زندگی، تمرکز بر امواج مغز، استشمام رایحه و بوی خوش، میوه و سبزیجات و حرکات یوگا. اینها برای طبیعی جلوه دادن انحرافات خودشون خطراتی رو هم برای فعال کردن چشم سوم مطرح کردن. ابتلا به سردرد و میگرن، بروز ترس و دلهوره، عدم درک قدرت چشم سوم، خودکوچک بینی، دریافت اطلاعات نادرست، از دست دادن توان، شنیدن صداهای گوشخراش و ایجاد مشکلات روحی از جمله این خطرات هستند.
حالا شاید سوال کنید هدف اینها چیه و فرد چطور به انحراف کشیده میشه؟ یکی از سرکرده های این فرقه های انحرافی در کتاب خودش میگه: من امروز به این نتیجه رسیدم که یک عده‌ای به من خبر دادن که ما مطلب شما را با عرفان یهودی کابالا انطباق دادیم. عجیب است. شاگردان کلیمی ما گفتند به طرز عجیبی دریافتای شما با عرفان کابالا میخواند. مسیحی‌ها هم یک طوری همین را گفتند. شما فکر نکنید که مسلمان‌ها فقط می‌خواهند با قرآن تطبیق بدهند. مسیحی می‌خواهد برود با انجیل تطبیق بدهد و کلیمی می‌خواهد با عهد عتیق انطباق بدهد. ما خودمان را نگاه نکنیم. ما داریم یک حرف می‌زنیم که از اول این انسان شمول است. توجه فرمودید؟ من ایمان دارم دریافت‌ها و مطالب با کتب مقدس در تضاد نخواهد بود. حالا ما با قرآن انجام می‌دهیم. دیگران هم با کتب دیگر انجام بدهند. اما شما بدانید که به نظر من کتب مقدس جلد 1، 2 و 3 هستند که از هم جدا نیستند. اینها صحبت‌های یکی از رهبران انحرافی این فرقه‌های نوظهور بود. هدف اصلی اینها کمرنگ کردن مزیت و برتری اسلام بر سایر ادیان، در حالی که قرآن اسلام رو دین برتر معرفی کرده. هدف بعدی فاصله گرفتن از اعمال عبادی مانند نمازه، در حالی که قرآن میگه آرامش فقط و فقط در یاد خداست، که نماز نمونه بارز ذکر خداست. به عقیده هندوها دستیابی به حقیقت یا اتحاد با خدای توانا از طریق یوگا، یعنی یوغ نهادن، حاصل میشه. یوگا با ریاضت‌های سخت و طاقت فرسا و معمولاً با نشستن آرام و پیوسته به شکل چهارزانو و همراه با تأمل صورت میگیره. کلمه یوگا از ریشه یوگ یا یوج، واژه‌ای سانسکریته. یوگا یعنی ملحق شدن یا یکی شدن. یوگا به عنوان یک ورزش ذهنی بدنی معرفی شده. معمولاً افکار عمومی اون رو صرفاً ورزش تصور میکنن، اما با توجه و تعمق بیشتر معلوم میشه که اساس اون تأثیر معنویت‌های کاذب بر ذهنه و با این توجه چهره واقعی یوگا در قالب معنویت یا عرفانی انحرافی آشکار میشه. آشنایی با یوگا در مراحل اولیه به صورت حرکات جسمی و در مواردی با هدف لاغری یا زیبایی اندام صورت میگیره، اما در حقیقت تعالیمی سری و پنهانیه که سینه به سینه منتقل شده. بنابراین اونچه در کتاب‌ها یا در مراکز عمومی به صورت علنی آموزش داده میشه همه واقعیت یوگا نیست، بلکه کتاب‌ها و کلاس‌های گوناگون نقطه شروع و دروازه ورود افراد به یک مرام سری و محرمانه هستند که واقعیت‌های اون رو به راحتی نمیشه بازگو کرد و این موضوع به روشنی با اهداف متفاوتی که برای یوگا تعریف میشه قابل درکه. اونچه در یوگا اهمیت داره آسانه‌ها یا وضعیت‌های بدنی که ورزش به نظر میرسن نیست. قبول این نکته که یوگا فقط ورزش بدنی و برای چاقی و لاغری یا بدنسازی به کار میره کوته نظریه. اونچه در یوگا ورزش به نظر میرسه مقدمه ورود به موضوعات دیگه ایه که هدف اصلی یوگا رو در اونجا باید جستجو کرد. یکی از اساتید جهانی یوگا اعتراف میکنه و میگه: گهگاه میشنوم یا میبینم که بعضی بیماران قلبی با وجود دنبال کردن برنامه یوگا، کنترل استرس و رژیم غذایی به نتایج مطلوبی دست نیافتند. دردهای قفسه سینه، کلسترول و فشار خون اونها هنوز بالاتر از حد طبیعیه. چرا این برنامه در مورد اونها اثر نمی‌کنه؟ موضوع تنها این نیست که ما یوگا کنیم یا حرکاتی رو انجام بدیم، بلکه حالت‌های یوگا تنفس‌ها و مراقبه کردن تمرین‌هایی هستن که ما رو به درون می‌برن و باید با مسائل بیرونی هماهنگ باشن. آره دوست خوبم، چیزی به اسم چشم سوم وجود نداره. اگه بحث چشم برزخی مد نظر باشه، بله، ما هم پذیرفتیم این رو که تو کلیپ دیگه‌ای به این موضوع هم می‌پردازم. با لایک و اشتراک گذاری این کلیپ در ثواب نشر و ترویج مفاهیم اسلامی شما هم سهیم و شریک خواهید بود. بعد از خداحافظی بنده، کلیپ هایی در ارتباط با این کلیپ به کلیپ هایی که میتونه آموزنده و جذاب باشه به نمایش در میاد که میتونین تماشا کنید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.